وقتی عرض شود که دید بیگانه وارد می شود به یک مملکتی، در راستای اون ملت نباشد، در واقع یعنی فرهنگ بیگانه باشه، در هر صورت رفته رفته غیرت ملی رو از میان بر می دارد. اگر که دین قومی که بر جاست ضعیف باشد، البته هندوستان بر جای ماند و آیین اسلام رو نپذیرفت علی رغم هزار سال شمشیر، به جهتی که این آیین هندویسم با تاریخ و فرهنگ و عرض میکنم همه چیز خون و سرشت هندی عجین شده است. نمیشود این هندویسم رو از هندوستان گسیخت یا از میان برد. این است که زیر نام هندویسم، در واقع خودشون میگن This is Hindu country or This is a Hindu country، اونها ماندن، ما به گونه دیگر شدیم. در واقع به مزد حکومت ملی سقوط کرد، زبان ملی ما به گونه دیگر شد و مملکت ما تقسیم شد. به طور کل که دو قرن که گذشت، سه قرن که گذشت، رفته رفته ما یک دست و پایی زدیم و حماسه های بزرگ، علمای بزرگ آمدن. هنوز نامی از ایران و غیرت ایرانی بود. به محض اینکه عرض می شود این دوستان از آسیای مرکزی تشریف آوردن مملکت ما و دین رو گسترش دادن، چون می دونید دین رو آسیای مرکزی ها محکم کردن، نه عرب، ترکا کردن، در واقع همون تنگ چشما. اینا دینی که می شدن هزار بار از عرب دینی تر می شدن. عرب دینی نبودن، عرب مردمانی بودن غارتی می کردن، پولی می گرفتن، کاری به این کارا نداشتن، سختگیر در امر دین نبوده عرب. اما ترکا ماشالله به محضی که می رسیدن، عرض شود که مدارس طلبگی و داستان دین رو گسترش می دادن و شروع می کنن به کشتار غیر خود. یعنی اگه آقا مثلا سنی میشد، یک شیعه هم سر میکرد زنده نذارن، برامتر کشتن. شما عرض میکنم که خوارج و غیره و اینا به دست همه اینا از بین رفتن، یعنی اون چه دگر اندیش گفته میشد رو این آقایان از بین بردن. حالا دلیلم داشت که چرا اینا قد علاقه به اسلام داشتن، خدمتتون عرض کردم، چون اون چه اسلام گفته بود با ساختار قبیلگی اینها خیلی موافقت داشت، دوست داشتن این دین رو، چون گفته بود که مسلمان باشین، غارت بکنین، نوش جانتون. به به، عجب دینی، از این دین بهتر مگه میشه؟